بابک دینپرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور. یه دو سه سال پیش، سال 98، یه طرح اینها دادند. مبنی بر چی؟ مبنی بر این که حالا می‌خواستن از ترکیه تقلید کنن، که هر کس 250 هزار دلار آورد تو ایران سرمایه گذاری کرد، ما اقامت ایران رو بهش میدیم. خیلی زحمت میکشن. حالا ترکیه 250 هزار دلار داره میگیره، اول که اون پاسپورت ترکیه رو میده، دوم یه کشوری هست که حالا نسبت آزادی وجود داره، نمیدونم یه قانونی وجود داره، نه تو اونجایی که آخون نشسته اونجا کی میاد؟ گفته یه نفر هم نیومدن ثبت نام کنن، توقع هم داشتن بیان. تو اون کشوری که نابود کرده آخون، همه دارن فرار میکنن، این گفته 250 هزار دلار بیارید و هیچکی نیومده و استقبال نکرده، ناراحت هست استقبال نکرده. میگه حتی یک نفر هم برای سرمایه گذاری نیومده ایران که اقامت ایران رو بگیره. بله، میخواستن یه چیزی از ترکیه تقلید کن. ترکیه خب بخواید تقلید کنید، اولین کار باید بیاد این آزادی که تو ترکیه وجود داره، لااقل آزادی اجتماعی، حالا کاری به آزادی سیاسی نداریم، آزادی اجتماعی. ببینید مسجد داره با صدای نمیدونم 500 دسیبل از اون میگه، اون ورم دیسکو داره برای خودش میچرخ، اون ورم کنار دریا زنا لخت خوابیدن، اون ورم میبینی زنه وایساده داره نماز میخونه، مرده داره میره مسجد. یعنی همه چیز آزادی وجود داره، آزادی بلند شده وجود داره. حالا درسته که اکثریت مردم ترکیه اون تفکر اسلامی تو ذهنشون هست، حتی لایک ها، ولی خب شما این تقلید هایی که میخواید انجام بدید، اول یاد بگیرید چه جوری هست، اول یاد بگیرید. بله، من معتقدم چون ایران واحد پولیش ارزش خیلی کمی پیدا کرده، اگر راه توریست و آزادی اجتماعی و امنیت نسبی باز شه، توریست خیلی زیادی هم امکان داره به ایران بیاد. طرف 1000 دلار میاره میشه 27 میلیون، بهترین 1000 دلار که چه ارکان 10000 دلار برمیداره میاره 270 میلیون، بهترین هتل رو میتونه بره، بهترین. ولی خب اول باید آزادی اجتماعی باشه، امنیت باشه، تا اون توریست احساس امنیت کنه بلندشه بیاره. همینجور اینا هم از نمد مالیدن پیفو زدنش رو یاد گرفتن، یه کاری کردن. بعدم اون داره با 250 هزار دلار چیکار میکنه؟ با 250 هزار دلار پاسپورت کشورشون میده. البته من مخالف هستم به شخصه، معتقدم نباید پاسپورت خریدنی باشه یا اصلا راه گرفتنش با سخت باشه برای کشور ما، چون که من این اندیشم هست که باید پاسپورت دادن آسون باعث خیلی مسائل میشه، خیلی نفوذها میشه از لحاظ امنیت ملی میگم. ولی حداقل بذارید یه مبلغ پایین تر اگه میخواید بذارید یاد بگیرید، بذارید مثلا اینجا تو ترکیه صنعت ساخت و ساز فوق العاده ای دارن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همینجور توریست میاد، مثلا طرف آلمانیه، طرف عراقیه، طرف ایرانی، ایرانی بالاترین نرخ خرید خونه دارن، میان یه خونم اینجا میخرن، خونم نسبتاً ارزون هست نسبت به خب تهران بخوای حساب کنی و به خصوص تهران خیلی ارزون هست. و خب راحت به جایی که تو ایران تو تهران بیاد مثلا خونه کرایه کنه، میاد اینجا با همون پول پیشی که میخواد اونجا بده یه خونه میخره اینجا. برای همین صنعت ساخت و سازشون هم میچرخه. میشود این طرح ها رو، البته تا آخوند هست که چیزی درست شدنی نیست، آخوند اول باید با تیپا بیرون کرد، بعد این طرح ها رو در ایران پیاده کرد.